خب یادتون باشه که در بدن خود انسان همیشه تعادل باید برقرار باشه و سیستم های بدن انسان خودشون برای ایجاد تعادل در بدن تلاش میکنن. در حقیقت هموستاز رو چیکار میکنن؟ برای ما حفظ میکنن. پس در بدن همیشه یک قانون جبران وجود داره، یعنی به خاطر اینکه ما نمیتونیم در محیط اسیدی یا در محیط آلکالوزی زندگی بکنیم و آنزیم هامون مشکل پیدا میکنه، هورمون هامون مشکل پیدا میکنه، همیشه باید تعادل اسید و باز در بدن ما فراهم بشه و این تعادل اسید و باز بر اساس قانون جبران هستش. خب قانون جبران چی میگه؟ قانون جبران میگه که هر اسیدوزی توسط آلکالوز، هر آلکالوزی توسط اسیدوز جبران میشه. هر مشکل تنفسی توسط یک مسئله متابولیک و هر کامپوننت متابولیک و مشکل متابولیک توسط کامپوننت تنفسی جبران میشه. بر این اساس اسیدوز متابولیک با آلکالوز تنفسی، آلکالوز تنفسی با اسیدوز متابولیک جبران میشه، یا اسیدوز تنفسی با آلکالوز متابولیک و آلکالوز متابولیک با اسیدوز تنفسی جبران میشه، که هدفش چی هست؟ نرمال کردن پی‌هاش هستش. خب مکانیسم های جبران در اختلالات اسید و باز خیلی میتونن متعدد باشن و بر اساس اینکه آیا اون ارگانی که باید جبران رو به عهده داشته باشه سالم هست یا نه متفاوته. یعنی اگر که فرد مبتلا هستش به یک مسئله متابولیک و جبران باید توسط بخش تنفس یا کامپوننت تنفسی صورت بگیره، بستگی به این داره که آیا کامپوننت تنفسی خودش مشکلی داره یا نداره. پس ببینید اگر که ما این همه اختلالات اسید و باز داریم و در بدنمون جبران نمیشه، علتش چیه؟ به خاطر این هستش که اگر به فرض مریض مبتلا به کووید هست و مشکل تنفسی داره، حتما کلیه هاش هم آسیب دیده، سیستم گوارشیش هم آسیب دیده، سیستم آنزیمیش هم آسیب دیده و اون کامپوننت متابولیک الان دیگه نمیتونه کار جبران رو در حقیقت انجام بده. پس به همین جهت هستش که جبران بر عهده در حقیقت تیم پزشکی هستش. حالا در مورد مکانیسم های جبرانی بیشتر صحبت میکنیم. مثلا اینکه اگر فردی دچار اسیدوز متابولیک هستش و همه اسیدها در بدنش افزایش پیدا کرده، باید تهویهش افزایش پیدا بکنه که CO2 رو از بدنش تخلیه بکنه. اون وقت با تخلیه CO2 چه اتفاقی میفته؟ فرد دچار آلکالوز تنفسی میشه و اون وقت اسیدوز متابولیکش جبران خواهد شد. که در مورد این مسائلی که در مورد جبران هست و مواردی که در رابطه با جبران هست بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. یادتون باشه که یک سری از مکانیسم های دیگری هم در بدن هستن که علاوه بر دو تا کامپوننت تنفسی و متابولیک به جبران و تنظیم اسید و باز کمک میکنن. اینا چیا هستن؟ بافرینگ، رسپیریتوری سیستم و رنال سیستم هستن. خب اساساً پس تامپون های ما میتونن تامپون های بافری یا همون بحث تنظیم کننده پهاش، یا اساساً همه اینها میگن تامپونی، میتونن بافری باشن، تنفسی باشن یا کلیوی باشن. خب سیستم بدن ما تو بحث تامپون ها 4 تا در حقیقت تامپون رو داره و ازش استفاده میکنه. تامپون ها سریع ترین پاسخ رو در مقابل تغییرات پهاش ایجاد میکنن و حدود 4 تا 5 ساعت به حد اکثر کارایی خودشون میرسن. این 4 تا تامپون یا بافر عبارتند از بیکربنات که در مایع خارج سلولی قرار داره، هموگلوبین که درون گلبول های قرمز قرار داره، فسفات که داخل سلول ها و توبول های ادراری قرار داره، پروتئین که در پلاسما و درون سلول ها قرار داره. خب اساسا اگر بخوایم تامپون رو در یک جمله در حقیقت تعریفش کنیم، تامپون مثل این می
میمونه که یک انسانی دو تا وجه یا دو تا صورت داشته باشه. یک وجهش رو که برمیگردونه مثلا یک وجه خوشحاله، یک آدمک خوشحاله، و یک وجه دیگرش یک آدمک ناراحت هستش. دقیقا سیستم های بافری هم به همین شکل عمل میکنن، یعنی یک سمتشون یک جزء اسیده داره و سمت دیگرشون یک جزء نمکی یا همون قلیایی رو داره، و بنابراین یک اسید قوی رو تبدیل میکنن به یک اسید ضعیف، یا یک باز قوی رو تبدیل میکنن به یک باز ضعیف، و در حقیقت عملکردشون به این شکل هستش که اون باز قوی رو تعدیل میکنن. خب اینها هم مثال هایی هستش از اضافه شدن بیکربنات و تبدیل یک اسید قوی به یک اسید ضعیفتر، یا یک در حقیقت جزئی که ممکنه که حالت نمک رو داشته باشه. خب سیستم تنفسی که باز عمل کردش خیلی فوری هستش در اصلاح پهاش، و تمام کارش رو با تغییراتی که در CO2 انجام میده اعمال میکنه. ببینید در بحث تنفس خدمتتون عرض کردم که تنها بخشی از بدن که میتونه CO2 رو به صورت گاز نگه داره یا خارج بکنه بحث ریه ها هستن و بحث تنفس هستش. خب این CO2 اگر که با آب بدن ترکیب بشه ایجاد H2SO3 میکنه، و بعد H2SO3 به دلیل اینکه یک مولکول ناپایدار هستش میشکنه در بدن ما و تبدیل میشه به H مثبت و H3O3، در حقیقت تبدیل یک مولکول به دو الکترون هستش، الکترولیت هستش در حقیقت. خب یادتون باشه که هر وقت CO2 افزایش پیدا بکنه یون هاش مثبت افزایش پیدا میکنه، چون این ور معادله در حقیقت داره چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. پس CO2 زیاد میشه، این ور معادله هاش مثبت زیاد میشه، H3O3 هم افزایش پیدا میکنه. اما یادتون میاد که طبق اون صحبتی که هندرسون هزلباخ کرده بود، یک دونه مولکول CO2 به اندازه 20 تا یون بیکربنات عمل کرد و کارایی دارن. علتش چیه؟ ببینید الان یک دونه مولکول CO2 در حقیقت میاد با آب ترکیب میشه، ایجاد H2SO3 میکنه، H2SO3 میشکنه به هاش مثبت و H3O3. خب الان یه دونه H3O3 تولید شد، هاش مثبت میاد توی محیط قرار میگیره، اما H3O3 به جهت یه قدرت ترکیب خیلی بالایی داره، یعنی دوست داره با سدیم ترکیب بشه، دوست داره با کلسیم، با منیزیم، با همه یونهای دیگه دوست داره و تمایل داره که ترکیب بشه، بنابراین از محیط چی میشه؟ خارج میشه و دیگه اون حالت یونیش رو اینجا نخواهد داشت. پس مهم هستش که به این قضیه توجه بکنید، و این احتمالاً سوال در آینده در ذهنتون ایجاد خواهد شد که خب یه دونه CO2 افزایش پیدا کرده، این طرف یه دونه هاش مثبت و یه دونه H3O3 تولید شده، ولی چرا وقتی که CO2 افزایش پیدا کرد ما اصطلاحاً میگیم که محیط حالت اسیدی پیدا کرده و هاش مثبت رو اینجا بیشتر در نظر میگیریم؟ علتش همین مسئله هست که من خدمتتون عرض کردم، یعنی H3O3 به خاطر اینکه خیلی دوست داره، تمایل داره به ترکیب، میاد با سدیم ترکیب میشه، با بقیه اجزا، با بقیه اون چیزی که در بدن هستش ترکیب میشه و از محیط چی میشه؟ خارج میشه. خب همین فرمول رو برعکسش رو نگاه بکنید، اگر در محیط هاش مثبت خیلی افزایش پیدا بکنه و یون بیکربنات همینجا افزایش پیدا بکنه، این دوتا با همدیگه ترکیب میشن، فرمول به سمت چپ حرکت میکنه و نهایتاً CO2 و H2O زیادی این طرف ساخته میشه. خب پس اگر CO2 کاهش پیدا بکنه این طرف معادله، هاش مثبت و H3O3 با هم دیگه ترکیب میشن و نهایتاً ایجاد چی میکنن؟ H2O و CO2 میکنن، برای اینکه کمبود CO2 رو جبران بکنن.
ممکنه این سوال در ذهنتون ایجاد بشه که چرا باید CO2 تولید بشه؟ چرا کمبود CO2 باید جبران بشه؟ به خاطر اینکه CO2 در بدن ما فقط یک ماده نیستش که باید ریموو بشه، بلکه عملکرد زیادی هم در بدن ما داره، از جمله اینکه تو بحث در حقیقت گشاد شدن عروق میتونه شرکت بکنه. عملکردهای CO2 در بدن ما خیلی زیاد هستش و باید به حد تعادل، یعنی همون 35 تا 45 میلیمتر جیوه در بدن ما حضور داشته باشه. خب بحث سیستم کلیه که توبول‌های کلیه میان اگر اسیدی آزاد شده رو تبدیلش میکنن به یون هاش مثبت و بیکربنات و بعد دفعش میکنن، یا اینکه اگر که محیط حالت قلیایی پیدا کرده هاش مثبت رو چکار میکنن؟ جذب میکنن و نگه میدارن. و بنابراین سیستم کلیه با ترشح یون هاش مثبت یا جذب یون هاش مثبت و جذب یا ترشح یون بیکربنات میتونه چیکار بکنه؟ تعادل سیستم اسید و باز رو در بدن ما ایجاد بکنه. خب البته یک مسئله وجود داره و اون این هستش که سیستم کلیوی یه مقدار با تأخیر عمل میکنه، یعنی آنچنان که ما انتظار داریم که سیستم یا همون کامپوننت تنفسی سریع باشه یا تامپون ها خیلی سریع باشن، سیستم کلیوی عملکرد خودش رو معمولا با تأخیر بیشتری انجام میده، چون روی نقل و انتقالات مواد داره کار میکنه و این مسئله مستلزم صرف زمان هستش. ولی خب نهایتاً یا هاش مثبت رو جذب میکنه یا دفع میکنه و یون بیکربنات رو یا جذب میکنه یا دفع میکنه و نهایتاً اون تعادل رو در بدن ایجاد میکنه. خب انواع اختلالات اسید و بازی که ممکن هستش که در بدن یک فردی که بیمار هستش و در فردی که مبتلا به کووید هست ایجاد بشه شامل اسیدوز تنفسی، آلکالوز تنفسی، اسیدوز متابولیک و آلکالوز متابولیک هستش. یادتونم باشه که اگر میخواین که به صورت کامل اون مسئله رو درمان کنین، اگر که چه که شما یک سری از در حقیقت فوتوفنها رو یاد میگیرین، یک سری از اقدامات رو باید انجام بدین برای اینکه این اختلال رو درمان بکنین، ولی یادتون باشه که مسئله اصلی بهبود و درمان علت اصلی هست. یعنی اگر که فرد الان مشکلی داره باید در حقیقت اون مشکل اصلیش درمان بشه، یعنی باید مثلا التهاب ریش برطرف بشه، باید عفونت ریش برطرف بشه تا شرایطش بهتر بشه. خب اسیدوز تنفسی هستش. اسیدوز تنفسی رو چه چیزهایی ایجاد میکنن؟ هایپوونتیلاسیون، افزایش تولید CO2 و تهویه مصنوعی نامناسب، اختلال در عملکرد عصبی عضلانی، همینطور دفع هاش مثبت و جذب هاش 3 و 3. حالا ببینیم تو بیمار مبتلا به کووید کدوم یکی از اینها ممکنه که اتفاق بیفته. تو بیمار مبتلا به کووید وقتی که شما میبینید که اون بخشی از ریه در حقیقت عملکرد خودش رو از دست داده و عملکردش به دلیل حالا بحث التهاب، بحث تخریب هستش با ویروس کووید، دیگه عملکرد خوبی نیستش. یا اینکه شما اون بیمار رو گذاشتین زیر مکانیکال ونتیلیشن ولی مکانیکال ونتیلیشن خوبی رو برای بیمار ست نکردین، یعنی تایدال والیوم خوبی نگذاشتید یا ریت خوبی رو ست نکردین و همه اینها باعث میشه که شرایط بیمارتون عوض این که بهتر بشه رو به وخامت میره. یعنی گاهی اوقات ما بیمارمون رو خودمون ایجاد اسیدوز براش میکنیم زیر مکانیکال ونتیلیشن. یا اینکه به دلیل تخریب عضلات، مشکلات عضلات، یا بیمارمون اصلا میاستنی گراو داره، گیلنباره داره، چاقی شدید داره، همه اونها به اضافه بحث کووید شده و شرایط بیمارمون رو بدتر کرده. پس با این حساب اسیدوز تنفسی جزء موارد شایع در بیماران مبتلا به کووید هستش. خب توی آزمایش شما چی میبینین؟ پهاش شما کاهش پیدا کرده. یادتونه در مورد پهاش صحبت کردیم، گفتیم که پهاش در حقیقت برعکس هستش، یعنی
به خاطر اون بحث ریاضیاتی که پیش اومد، اون بحث لوگاریتمی که در موردش صحبت شد، پهاش چی میشه؟ برعکس میشه. یعنی الان که هاش مثبت خیلی افزایش پیدا کرده، ولی شما پهاش رو، عددش رو کمتر میبینید، کاهش یافته میبینید. خب مشکلات الکترولیتی دیگری هم در کنار این افزایش CO2 و کاهش pH شما میبینید، و اون چی هستش؟ هایپرکالمی و هایپرکلسمی هستش. خب ببینید، یادتون باشه که در یک محیط اسیدی همیشه پروتئین های بدن میخوان خودشون رو نجات بدن. خب در حقیقت خودشون رو حفظ میکنن. برای حفظ خودشون باید چیکار کنن؟ اون چیزهایی رو که بهشون متصل هستن رو رها بکنن. خب آلبومین جز پروتئین های دامیننت در بدن ما هست، یک پروتئین بسیار مهم و اساسی هستش که فشار اونکوتیک رو در بدن ما ایجاد میکنه. خب آلبومین برای اینکه خودش رو نجات بده چی کار میکنه؟ میاد کلسیومی رو که بهش متصل هست رو رها میکنه و بیمار من دچار هایپر کلسیمی میشه. یعنی اون کلسیوم یونیزه میرزه توی خون. خب کلسیوم میدونید که اثرش روی قلب چی هستش؟ باعث تحریک قلب میشه، باعث تحریک انقباضات میشه، پس میتونه اثر مخرب روی قلب داشته باشه. نکته دیگه، یادتون میاد که یون پتاسیم یک یون داخل سلولی بود، 98% پتاسیم داخل سلول قرار داشت. حالا پتاسیم ها وقتی که میبینن که هاش مثبت در محیط افزایش پیدا کرده، هم برای جبران در حقیقت میز افزایش هاش مثبت، اینها از سلول میان بیرون و هاش مثبت به جای اونها وارد سلول میشه تا بتونه در حقیقت تعادل رو ایجاد بکنه. به اضافه این که در یک محیطی که هاش مثبتش افزایش پیدا کرده باشه، پمپ سدیم پتاسیم خراب میشه. پمپ سدیم پتاسیم هم از جمله پروتئین ها هستش، پس این پروتئین چی میشه؟ تخریب میشه. حالا پروتئین تخریب شده و نمیتونه عملکرد خودش رو داشته باشه، پتاسیم ها همشون بیرون میمونن، سدیم ها هم داخل سلول میمونن. خب از این ور سدیم ها داخل سلول موندن، آب میکشن سمت خودشون، پتاسیم ها هم که افزایش پیدا کردن، مریضتون دچار چی میشه؟ هایپر کالمی میشه. و یادتون هم باشه که پتاسیم یون استراحت قلبه، و حالا که پتاسیم افزایش پیدا کرده میتونه قلب به سمت برادیکاردی بره. خب وقتی هم که ادرار رو هم بررسی میکنیم، میبینیم که پهاش ادرار هم چی شده؟ کاهش پیدا کرده. پس ببینید با تمام مطالبی که من خدمتون عرض کردم، الان شما میبینید که آنچه که در بالین بیمار دیده میشود و اون علائم بالین بیمار کاملا منطبق با اون تغییرات الکترولیتی هستش. خب حالا سدیم داخل سلول‌های مغز افزایش پیدا کرده، سدیم که زیاد شده آب رو به سمت خودش کشیده، سلول‌های مغزی و سلول‌های اعصاب دچار ادم میشن. این ادمه خودش رو به صورت کاهش سطح هوشیاری، به صورت افزایش خواب‌آلودگی، به صورت سرگیجه و به صورت ایجاد آنکانشسنس یا در حقیقت یه حالت ناآگاهی نسبت به محیط خودش رو نشون میده. خب اون کسی که در حقیقت داشته چیکار میکرد؟ فشار خون رو حفظ میکرد. این مایعی بود که داخل عروق داشت جریان پیدا کرده بود. حالا مایع داخل عروق چی میشه؟ به خاطر بحث سدیم میاد میپره، میره کجا؟ میپره داخل سلول ها، هایپوتانسیون پیدا میکنید. پتاسیمی که افزایش پیدا کرده و کلسیمی که افزایش پیدا کرده، دوتاشون ایجاد چی میکنن؟ آریتمی میکنن. مریض به دلیل افزایش سدیم در سلول‌های مغزیش دچار سردرد میشه، تنفس کاهش پیدا میکنه. در حقیقت میخواد چه اتفاقی میفته؟ این اسیدوز شدید روی بخش کنترل تنفس چیکار میکنه؟ اثر میذاره. حالا این تنفس کند میشه و سطحی میشه و دیسترس تنفسی اتفاق میفته و فشار داخل جمجمه افزایش پیدا میکنه، حتی ممکنه مریض به سمت کما هم بره. درمانش چیه؟ یادتون باشه درمان اصلی اختلال زمینه‌ای رو باید برطرف بکنیم، باید کووید رو درمان بکنیم، باید آنتی وایرال به بیمارمون بدیم، باید تهویه ریوی بهتری برای بیمارمون داشته باشیم، میتونیم برونکودیلاتور بهش بدیم،
فیزیوتراپی تنفسی، پوزیشنش رو اصلاح بکنه، سرفه بکنه، تنفسهای خوب بکنه. میتونین در صورتی که نیاز هستش بیمارتون رو ببرید زیر مکانیکال ونتیلیشن. با چه بهاشی ما دیگه باید حتما بیمارمون رو ببریم زیر مکانیکال ونتیلیشن؟ وقتی که بیمارمون اسیدوز تنفسی میشه و پهاشش کمتر از 7.2 میشه، دیگه حالا نیازمند چی هستیم؟ نیازمند اینتوباسیون هستیم و باید دیگه بیمارمون زیر تهویه مکانیکی بره. خب مشکل بعدی آلکالاز تنفسی هست. یادتون باشه که بحث اسیدوز تنفسی در بیماران مبتلا به کووید یک مسئله در حقیقت کامن پرابلمه، یک مشکل شایع هستش و نسبت به موارد دیگه چیه؟ شایع تر هستش تا مثلا آلکالوز تنفسی. پس باید خوب منیجمنت بیمار رو در حین اسیدوز تنفسی زیر مکانیکال ونتیلیشن، حتی که بیمار مبتلا به کووید بهش مبتلا بشه، کاملا بهش تسلط داشته باشیم. خب آلکالوز تنفسی که جز موارد نادر در بیماران مبتلا به کووید هستش و اغلب بیماران مبتلا به کووید دچار اسیدوز تنفسی میشن، میتونه ایجاد استراب، ترس، درد در بیمار باعث بشه که اونقدر تنفس‌های تند و سطحی داشته باشه، اصطلاحاً هایپرونتیله بشه، که هر آنچه از CO2 در بدنش هست رو تخلیه بکنه. ممکنه بیمارمون دچار تب بالا و شدید بشه، کمان که بعضی از بیمارانی که مبتلا به کووید هستن هم تب‌های شدید دارن. یا اینکه مریضی که مبتلا به سپسیس میشه، سپسیس خودش محرک مرکز تنفسی هستش و مرکز تنفسی رو چیکار میکنه؟ تحریک میکنه و باعث میشه که CO2 چه اتفاقی براش بیفته؟ CO2 های بدن تخلیه بشن. خب این تخلیه CO2 باعث چی میشه؟ آلکالاز از نوع تنفسی میشه. یا اینکه شما مریض رو بردید گذاشتید زیر مکانیکال ونتیلیشن، حالا چی کارش کردید؟ هایپرونتیلش کردین. چجوری هایپرونتیلش کردیم؟ مثلا ریتش رو گذاشتین 20 یا گذاشتین 16، ولی مدی رو انتخاب کردین که داره تمام تنفسهای بیمار رو چیکار میکنه؟ کمک میکنه. حالا بیمار من به جای 20 که دستگاه دارش بهش میده 10 تا تنفس هم خودش میکشه و به جای 20 تا الان تعداد تنفساش میشه چند تا؟ میشه 30 تا و مریض من الان هایپرونتیله شده و تمام CO2ش داره چی میشه؟ تخلیه میشه. یا اینکه مثلا حجمهای جاری خیلی بالایی رو ست کردین که CO2ها رو میشوره و ریموف میکنه. خب یافته یه آزمایشگاهی که در این بیمار میبینین چه هستش؟ پهاشتون افزایش پیدا میکنه و CO2تون چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. خب یادتون باشه که تغییرات HCO3 در جهت جبران هستش اینجا، یعنی در حقیقت HCO3 میخواد اون فرمول رو که خاطرتون هست که CO2 الان کاهش پیدا کرده، HCO3 میخواد با هاش مثبت ترکیب بشه، یعنی در حال کاهش یافتن HCO3 میخواد با هاش مثبت ترکیب بشه و تولید چی بکنه؟ CO2 و آب بکنه. چرا باید CO2 تولید بکنه؟ به خاطر اینکه CO2 یک مولکولی هستش که به ما خیلی کمک میکنه در جهت کنترلشی میزان در حقیقت ویزو دیلاتاسیون. خب مریض شما دوتا مشکل دیگه پیدا میکنه، حالا هایپوکالمی و هایپوکلسمی پیدا میکنه. هایپوکالمی یعنی چی؟ یعنی میزان پتاسیم بدنش کاهش پیدا میکنه. منظورمون چیه؟ آیا پتاسیم داخل سلولی یا خارج سلولی؟ خب قطعا ما به داخل سلولی که دسترسی نداریم، میشه همون خارج سلولی یا در داخل عروق بیمار. پتاسیم کاهش پیدا میکنه. علتش چیه؟ چون پتاسیما میان میپرن میرن داخل سلول تا به جای اونها هاش مثبت بیاد بیرون، در حقیقت خود بدن میخواد این رو جبران بکنه. خب یک مشکل دیگه هم اتفاق میفته. حالا آلبومین، یه اتفاقی که درش میفته اینه که اون میزان در حقیقت چسبندگیش افزایش پیدا میکنه و آلبومین میاد با کلسیوم باندینگ خیلی شدید میده، به نحوی که انقدر این باندینگ شدید هستش که تمامی کلسیوم هایی که در محیط هستند رو جمع میکنه
و بیمار شما دچار هایپوکلسمی میشه که حتی علائم بالینی نشون میده. یادتون باشه که هایپوکلسمی که علائم بالینی مثل شوستک و تراسو داره، یعنی کلسیم بیمار خیلی کاهش پیدا کرده. خب علائم بالینیتون دیگه چه خواهد بود؟ گیجی، سنکوب، تشنج، افزایش ضربان قلب، آریتمی، تهوع استفراغ، تتانی، گزگز اندام ها، هایپرفلکسی، کرامپ های عضلانی، تعریق میتونه چی باشه؟ جزء یافته های بالینیتون باشه که دقیقا مچ هستش با اون چیزی که و با اون اختلالات الکترولیتی که در بدن بیمار اتفاق میفته. یعنی وقتی که شما کرامپ عضلانی میبینید علتش چی هستش؟ علتش اختلالات توی کلسیوم هستش. خب یادتون هم باشه که بیشتر علائم در حقیقت هر آنچه که در اسیدوز یا در آلکالوز اتفاق میفته، بیشتر علائم وابسته هستش به این اختلالات الکترولیتی که در بدن بیمار ایجاد میشه. یعنی وقتی که شما آریتمی میبینید یا هایپررفلکسی میبینید یا تعریق میبینید، اینها ناشی از چی هستش؟ به خاطر بحث کلسیوم هستش. خب درمان چی هستش؟ درمان باید اون علت زمینه‌ای و ایجاد کننده درمان بشه. یعنی هایپوکالمی باید در حقیقت درمان بشه. باید یه جوری CO2 به بدن بیمار دوباره برسه. باید اون میزان تهویه مکانیکی که درست ست نشده دوباره درست ست بشه. و هر آنچه که در حقیقت ایجاد کننده و زمینه‌ای بودن باید مشکلش مرتفع بشه. خب توی در حقیقت این بیماران بعد از اینکه شما ریت دستگاه رو تغییر دادین، بعد از اینکه اون تایدال والیوم رو تغییر دادین، بعد از اینکه بیمارتون استرابش و استرسش کمتر شد، شرایطش بهتر خواهد شد. یادتون هم باشه که آلکالوز تنفسی جز مسائل شایع در بیمار مبتلا به کووید نیستش. خب مشکل بعدی که ممکن هستش که در بیماران مبتلا به کووید ایجاد بشه، اسیدوز متابولیک هستش که البته جز موارد ناشایعه، ولی اگر که شما صدمهی به کلیه رو در بیمارتون داشته باشین، یعنی کووید صدمه زده باشه به کلیه بیمار، احتمالش زیاد هست که شما یا اسیدوز متابولیک رو به صورت تنها ببینید یا اسیدوز متابولیک در کنار اسیدوز تنفسی توامن ایجاد بشه، یعنی بیمارتون دچار اسیدوز میکس بشه. خب یافته‌های آزمایشگاهی شما چه خواهند بود؟ پهاشتون کاهش پیدا کرده و بیکربناتتون هم کاهش پیدا کرده. خب پهاش که کاهش پیدا کرده که یعنی میزان زیادی یون هاش مثبت اینجا افزایش پیدا کرده. اما چرا اسیدوز اتفاق افتاده؟ معمولا اسیدوز متابولیک به این جهت اتفاق میفتن که اسیدهایی که در بدن روزانه داره تولید میشه که ناشی از متابولیسم هستن، اینها تجمع پیدا میکنن. حالا اینها باید توسط کبد خیلی هاشون متابولیزه بشن و توسط کلیه اینها باید دفع بشن، اما به خاطر تخریبی که در کلیه و در کبد اتفاق افتاده چی میشه؟ این اسیدها در بدن افزایش پیدا میکنن و بیمارمون دچار اسیدوز متابولیک میشه. خب یافته های بالینی ما اینجا شامل سردرد، گیجی بیمار تا کمای عمیق، افزایش ضربان قلب و افزایش تعداد تنفس هستش. خب علائم نورولوژیک اینجا نسبت به اسیدوز متابولیک خفیفتر هستش. علتش چی هستش؟ به خاطر نفوذ پذیری CO2. یعنی شما در اسیدوز تنفسی CO2 افزایش پیدا میکنه در مایع مغزی نخاعیتون. خب و این CO2 که میاد میتونه از بلاد برین بریر چیکار بکنه؟ عبور بکنه و وارد مغز بشه و مشخصه چه خواهد بود؟ علائم نورولوژیک خواهد بود. اما
در اسیدوز متابولیک شما علائم نورولوژیک رو کمتر خواهید دید. چرا؟ چون اسیدهایی که تولید شدن اسیدهای ناشی از متابولیسم هستن که اینها در بدن رایز شدن، افزایش پیدا کردن و خیلی نمیتونن از بلاد برین بریر چیکار بکنن، عبور بکنن. چی میشه که اسیدوز متابولیک اتفاق میفته؟ ببینید، ممکن هستش که شما یک دارویی رو به بیمار دادین که حالت اسیدی داشته، مثل آسپرین زیاد بهش دادین یا متانول بهش. خب تو بحث کووید هم دیدید که چقدر افراد اومدن و از متانول استفاده کردن که تبدیل میشه به اسید فرمیک، یا کلورید آمونیوم استفاده کردن افراد، یا دچار مسمومیت باهاش شدن که یون هیدروژن رو تولید میکنه. یا چه اتفاقی افتاده؟ بیمار کلیه هاش صدمه دیده و این کلیه هایی که صدمه دیده اسیدها رو، در حقیقت اسیدهای متابولیک رو نتونسته دفع بکنه. یا مثلا بیمار شما رفته تو فاز شوک یا نارسایی کلیه. خب عوامل دیگه ای هم میتونه باشه، تجمع اسید به خاطر اینکه بیمارتون دچار سوخت و سازهای غیر طبیعی شده. مثلا چی شده؟ کتو اسیدوز پیدا کرده، گرسنگی های شدید کشیده، یا اینکه بیمارتون اسهال خیلی خیلی شدید شده، یعنی اینجا هاش مثبت و اسید افزایش پیدا نکرده بلکه بیکربنات کاهش پیدا کرده. اسهال های شدید، فیستول های معده روده ای که اون مواد در حقیقت تو سیستم گوارش چی شدن، همشون دفع شدن و بیکربنات حالا دفع شده. و از این طرف هاش مثبت اینجا کسی رو نداره که باهاش ترکیب بشه و CO2 و H2O ایجاد بشه. همینطور هایپوولمی های شدید هم میتونن چیکار بکنن؟ ایجاد اسیدوز متابولیک بکنن. چطوری این اتفاق میفته؟ وقتی که حجم کاهش شدید پیدا کرده، اون اسیدی که در بدن تولید میشه نسبت به اون حجم چی هستش؟ میزانش خیلی بالا هستش و بنابراین شما مریض رو میبینید که دچار اسیدوز متابولیک شده. یادتون باشه که اسیدوز متابولیک بیشترین خطرش چه خواهد بود؟ اختلالات هموداینامیک. در حالی که در اسیدوز تنفسی شما بیشترین اختلالاتی که میدیدین چی بود؟ تغییرات و اختلالات الکترولیتی بود. دقیقاً همون دوتا بحثی که میتونن در بیمار مبتلا به کووید وجود داشته باشن، یعنی اسیدوز تنفسی و اسیدوز متابولیک که جزء موارد شایع در بیمار مبتلا به کووید هستن، اختلالات هموداینامیک و اختلالات الکترولیتی ایجاد میکنن که کنترل اون در بیمار چه خواهد بود؟ سخت هستش. و البته اختلالات هموداینامیک کم کم ایجاد می شوند، یعنی خیلی شدید نیستن. پهاش بیمار شما به حدود 7.1 که برسه دیگه اختلالات هموداینامیکش خیلی خیلی شدید میشه. همون موقعی که شما می بینید که چه اتفاقی می افته؟ مریض فشار خونش افزایش پیدا نمی کنه. همون موقعی که می بینید که قلبش مشکل پیدا کرده. یا مواردی از این دست که خود شما در بیماران مبتلا به کووید زیاد دیدید. دیدید که بیمار رو سی پی آر می کردید، بیمار بر نمی گشت. آریتمی های شدیدی می دیدید و در کل بیمارتون کنترل نمی شد. خب اسیدوز متابولیک میتونه تو هموداینامیک چه اختلالاتی ایجاد بکنه؟ میتونه قدرت انقباضی بطن چپ رو کم بکنه، به خاطر اینکه این اسیدها میان چیکار میکنن؟ پمپ سدیم پتاسیم رو که مهمترین در حقیقت اجزا و کامپوننت ما در ایجاد اون بحث آستانه تحریک در قلب هستش، یا همون منفی 90 رو که توی منحنی ما میکشیم، رو میتونه چیکار بکنه؟ تغییر بده. و بنابراین وقتی که قلب به منفی 90 نرسه، قدرت انقباضیش چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. میتونه ایجاد آریتمی بکنه در قلب بیمار. دقیقا به همین علت که اسیدوز چیکار میکنه؟ پمپ سدیم پتاسیم رو تحلیل میبره، تخریبش میکنه. انبساط شریانی و انقباض عروقی میتونه ایجاد بکنه. باز این به چه دلیل اتفاق میفته؟ دقیقا همون بحث اختلال در یونی که پیش میاد، اختلال بار الکترولیتی که ایجاد میشه و اون تعادل وقتی که به هم میخوره چه اتفاقی میفته؟ تمامی عضلات دیگه اون پتانسیل
پتانسیل عمل رو نخواهند داشت. خب تمام بدن ما از عضله تشکیل شده دیگه، عروق ما، شریانهای ما، سیستم گوارشمون، قلبمون، همه اینها از عضله تشکیل شده. حالا وقتی که پمپ سدیم پتاسیم از کار میفته، اختلال الکترولیتی ایجاد میشه، اینها هم نمیتونن عمل کرده خودشون رو به صورت درست و صحیح داشته باشن. نکته بعد این هستش که در یک محیط اسیدی معمولا اون داروهای اینوتروپ ما و همینطور کاتکولامین هایی که از غده فوق کلیه ما به عنوان یک انسان ترشح می شوند دیگه عمل کرده خودشون رو نخواهند داشت و درست پاسخی بهش داده نمیشه. و بنابراین شما میان اینوتروپ میدید به مریضتون، میان نورپینفرین میدید، اپینفرین میدید، ولی میبینید که فشار بیمار افزایش پیدا نمی کنه. پس یادتون باشه که در اسیدوزهای تنفسی اختلالات الکترولیتی و در اسیدوزهای متابولیکی اختلالات هموداینامیکی چی هستن؟ خیلی شایع هستن.